تغییر رحمانی فعال ملی مذهبی رو هم از پاریس با خودمون داریم. آقای رحمانی یک طرف فضای اعتراض، طرف دیگه یک فضای شکست گویا در حاکمیت، این که مجبور شدن به یک اعتراف تلخ تن بدن، شکافهایی دیده میشه. البته خبرها هم زد و نقیزه و تنش با آمریکا هم بالا گرفته. توییت های متعدد دونالد ترامپ رو داریم به فارسی. ارزیابی شما از این فضا چیه؟ ببینید آقای ترامپ اگه توییت نکنه بهتر، رابطه ایشان کار خودشون میکنه، چون اینا آقای ترامپ باید ببینید چه کاری کرده تا الان برای مردم ایران، برای تحریم ها که بعض جامعه مدنی رو بدتر کرده. شما دیروز دیدید جامعه مدنی عصبانی ایران با یه برد کمی به خاطر فشارها اومد اعتراض کرد، انگشتش هم گرفت به طرف سپاه آقای خامنه ای به عنوان مسبب شکست دادن اصلاح طلبی، زدن جامعه مدنی، فریبکاری و پنهانکاری. یعنی یک نشانه روی خوب در یک جای مهمی هم این اعتراض صورت گرفت، زیر پل حافظ، مدنی ترین، به طور سمبولیک مدنی ترین جای ایران. سال 1988 وقتی سربازایی که مردم رو میزدن گیر افتادن، مادرهای تظاهر کننده اجازه ندادن سربازها رو بچه ها بزنن و تو این فضا اومدن اعتراض کردن. واقعیت اینه که آقای ترامپ که کمک به مردم نمیدونه میکنه، فقط میدونه چاقوی آقای خامنه ای رو تیز کنه. ولی دیروز اتفاق و امروز هم اتفاق مهمی افتاده با توجه به شرایطی که وجود داره در درون خود حاکمیت هم مسئله ایجاد کرده. ببینید دیروز نشان داده شد سپاه با آقای خامنه ای بجز باند خودش و جناح خودش به هیچ کس رحم نمیکنه، حتی به روحانی، حتی به علی رقی که تمام جوانیش برای این نظام گذاشته و چه تصویه های آقای عربی شرکت نکرده، ولی چون یک مکتب و موسوی بوده میخوان نابودش کنن. شما دقت کنید دیروز نشانه ها خوب رفت، ولی تظاهرات دیروز یه خوبی هایی داشت و یه نقطه ضعف هایی داشت. خوبیش این بود که خلاصه نشانه رویش درست بود، خوبیش این بود شعارها مدنی بود، ولی خب شعارها پراکنده بود، یعنی سمت راهبردی نداشت. از یک طرف دیگه او فاصله ای که بین اقشار متوسط و فقرا رخ داده، یعنی کشته شده های آبان در هزار دیروز نقشی زیادی نداشتن به خاطر اینکه شعارهای اقتصادی توش وجود نداشت. اینا چیزایی است که جمهوری اسلامی وسطش سوار میشه و جلوشو میگیره، ولی واقعیت اینه که این دیروز یک مسئله مهمی رخ داد، ضمن اینکه فضا خیلی سنگینه و ما میدونیم که دانشگاه به وسیله دو جناح داره نابود میشه. یک سری از خانواده های پولدار که بچه هاشون با پروژه به اصطلاح با خارج رفتن وارد دانشگاه میفرستن، یکی هم سهمیه های 50%. ولی بازم میبینید دانشگاه نفس میکشه و اعتراض میکنه و اعتراض دانشگاه به نظر من باید بیاد تو روشن فکرا و بیاد با احزاب سیاسی تا دوباره تبدیل به یک بستر گفتمانساز بشه. آقای رحمانی شما گفتید که ترامپ کاری غیر از تیز کردن چاقوی آیت الله خامنه ای نمی کنه. اگر فشارهای حد اکثری آقای ترامپ نمی بود، فکر می کردید که کار جمهوری اسلامی به اینجاها بکشه؟ یه کار جمهوری اسلامی سال 88 هم اینجا کشیده شده بود. من حرف شما رو قبول دارم، آقای ترامپ هم با آقای خامنه‌ای فشار میاره، با تحریم‌ها به مردم فشار میاره، ولی آقای ترامپ نمیدونه آقای خامنه‌ای الان سر نگون کنه. حکومت جمهوری اسلامی قدرت منطقه‌ای باش بازی کنه، ولی مردم ضعیف‌تر میشن. ببینید درسته وقتی این ضعیف شدن مردم، صدای جامعه مدنی ضعیف‌تر میشه. شما دیدید این تظاهرات نیاز خیلی بزرگتر از این باشه. بعد دقت بکنید جمهوری اسلامی یک سری نیرو داره که این نیرو سازمان داده شده است و این نیرو حتی اگه آمریکایی‌ها به ایران حمله کنن، بخشی از این نیرو وظیفه‌اش سرکوب جامعه مدنیه. نشان روی خیلی درست بود. این آقای ترامپ به هر دو طرف داره ضربه میزنه. این جمهوری اسلامی ببینید یک نکته، جمهوری اسلامی به ضعف افتاده، ولی جمهوری اسلامی میدونه از یک ترور غلط قاسم سلیمانی اون استفاده کنه و خود بخش نیروها رو و بخش افکار عمومی سازمان بده، که جمعیتی که اومد توی میدان آزادی در مراسم قاسم سلیمانی همهشان طرفدار نظام جمهوری اسلامی نبودن. برخیشون شعار میدادن قبلا که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. نه ببینید وقتی که شما فشار میاری باید این هدفت چیه. هدف ترامپ که دموکراسی نیست، جامعه مدنی ایران آزادی، دموکراسی و آزادی مدنی میخواد. کیوت آقای ترامپ اگر به نتیجه نرسه در حقیقت جامعه مدنی نتالان ضعیف کرده.
آقای رحمانی، شما میگید که هدف آقای ترامپ دموکراسی نیست، ولی بسیاری از کسانی که طرفدار دموکراسی هستند حرفشون این است که بزرگترین مانع دموکراسی همین رفتارهای جمهوری اسلامی است یا انحصار طلبی است که در اونجا جریان داره. کاملا حرف شما درسته. ما میگیم که دیروز آقای خامنه ای و سپاه اصلاحات زمین گیر کردن، جامعه مدنی رو زدن زمین، درست. ولی آقای ترامپ یک منطقه نفوذ طلایی بوش دوم تو عراق برای اینا درست کرده. ببینید در دور اصلاحات تا سال 2003 اصلا این برد سپاه قدس وجود داشت، اصلا این برد سیاست خارجی ایران وجود داشت. حتی موشک میتوانست انقدر اقتدار به ایران بده که اینا میدونن بعد ترور قاسم سلیمانی مجلس عراق تصویب کنه که آمریکایی‌ها برن بیرون، رو کار ندارن. ببینید میدان منطقه‌ای برای ایران درست شده که فشارش به جامعه مدنی ایران میاد، فشارش به آزادی خواهان ایرانی میاد، چون بازیگر منطقه‌ای ما جایی شکست خوردیم و جایی به اصطلاح به ما فشار ما دستش نقشی نداشتیم. ما در انتخاب ترامپ نقش نداشتیم، ما در سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم نقش نداشتیم. سپاه هر چقدر قدرتش تو منطقه زیاد میشه به ما بیشتر فشار میاره. این قدرت چه زمینی داشته؟ همین الان ترور قاسم سلیمانی واقعیت اینه که دست سپاه قدس رو میبنده یا نه، یه هالیوود سازی آمریکاییه، ولی فشارش تو جامعه ایران بیشتر میشه. به نظر من دموکراسی حلش مسئله داخلی نیست. بله، یک نیروی قدرت پیدا میکنه، با کشورهای خارجی هم ارتباط برقرار میکنه و میگه آقا من نماینده این نیرو هم، از اینجور مسئله. ولی دموکراسی تو کلی پشتی سرباز که نمیاد که، دموکراسی تو فشار. حتی با آمریکا اصلا قرار نمیست ایران حمله کنن، آمریکا یا فشار میاره، فشار اقتصادی آمریکا. اگه آقای خامنه‌ای نیندازه و نظام نیندازه، جامعه مدنی ایران بیشتر ضعیف میکنه. بعد افتادن ناگهانی چه دستاوردی داره؟ ببینید ما که نمیخوام بیاندازیم برای انداختن، ما میخوام بیاندازیم برای دموکراسی، ما میخوام تغییر بدیم برای آزادی، ما میخوام تغییر بدیم برای جامعه مدنی، نه که به یک هرج مرج وحشتناکی پیدا بشه مردم بدتر یاد او دوران دوباره بکنن. متشکرم، سپاسگزارم از تغییر رحمانی، فعال ملی مذهبی از پاریس با ما.